اول بار آقای ارنست هرسفرد این محوطه رو پیدا کرد، شناسایی کرد و آقای اشمید به همراه یک گروه باستانشناس از دانشگاه پنسیلوانیا حفاری اینجا رو حدود 80 سال پیش شروع کردن و مشخص شد که حدود 7000 سال این تپه تاریخی قدمت داره. سال 74 آقای دکتر احسان یغمایی به دلیل اینکه خط دوم راهان قرار شد از کنار خط اول از این تپه تاریخی گذر کنه، با قراردادی که بین سازمان میراث و راه آهن منعقد شد، آقای یغمایی در واقع مسیر خط دوم رو برداشت کرد که تو این برداشت اتفاقا در واقع آثاری به دست آمد که در دوره آقای اشمیت اون 80 سال پیش که کار شده بود، تو اون دوره این آثار به دست نیامده بود. هم اسکلت در واقع مربوط به خانومی است که در حین زایمان در واقع از دنیا رفته و جنین همچنان در شکمش موجود هست. این اسکلت الان در موزه سمنان با تمهیداتی که اون زمان پیشبینی شد به طور کامل با خاک قسمت‌های جانبیش در واقع کلاف بندی شد و انتقال داده شد به موزه و در معرض دید عموم قرار میگیره. و در این حال تو حفاری که سال 74 های دکتر یغمایی انجام دادن، برای اولین بار دست نوشته هایی که مربوط به بشر هست تو این منطقه کشف شد که عملا گویای این هستش که همچنان حصار حرف های زیادی برای گفتن داره و جای پژوهش و کار باستانشناسی فراوان. در سال 85 آقای دکتر روستایی در واقع تعیین عرصه و حریم این تپه تاریخی رو انجام دادن، با تراشه ها و گمان زنی هایی که در محیط این تپه انجام دادن محدوده مربوط به عرصه این تپه تاریخی رو مشخص کردن و یه محدوده بزرگتری را برای حفاظت از عرصه بنای عرصه محبت تاریخی به عنوان حریم این در واقع محبت در نظر گرفتن که تو محدوده حریم هم ضابطه هست و نباید در واقع بعضی از فعالیت ها اونجا انجام بشه. عمل اجرایی حفاظت و مرمت رو به طور پررنگ امسال بعد از همه این سالها ما داشتیم. امسال بیش از 2 میلیارد تومان اعتبار برای این محدوده محوطه تاریخی داشتیم که یک قسمت زیادی از این محدوده تاریخی را اومدیم کار حفاظتی روش انجام دادیم. آثار معماری که مربوط به این محدوده بود رو در واقع با اجرای اندود کاهگل برای حفاظت آثار معماری رو مشخص کردیم و در این حال مسیر بازدید بنا به اولویتی که باز هم آقای دکتر روستایی روزش مشخص کردن، مسیر بازدید برای این تپه در نظر گرفتیم. در این حال یه بحثی که تقاضای محلی هست و مردم دارن، بحث این هستش که یه محوطه تاریخی با این درجه اهمیت، عبور قطار از تقریبا وسط این تپه تاریخی در سنوات گذشته کار شاید بشه گفت فرهنگی یا کار درستی نبوده. لزوماً در اون سالهایی که بار اول خط قطار عبور کرد، خب به هر ترتیب بحث عمران شاید، حمل و نقل شاید برای در واقع مسئولین اون زمان خیلی خیلی اهمیتش بیشتر بود،
ولی ما سعیمون بر این است، کما اینکه حتی درخواست‌های مردمی داشتیم که به صورت اشخاص NGO‌های فرهنگی که به صورت رایگان حاضر هستند مسیر جدید در واقع قطار حتی هزینه‌هاشو تقبل کنن، برای اینکه اون مسیر جایگزین، برای اینکه هم بتونیم از آثار و محتویات داخل تپه هم حفاظت کنیم هم ارزش گذاری کنیم. به هر ترتیب شأن تپه تاریخی این که قطار روزانه چندین بار از وسطش عبور کنه، این در شأن محوطه تاریخی نیست.